اولین رئیس ساواک چگونه به دستور شاه کشته شد؟ داستان زندگی تیمور بختیار تیمور بختیار از مشهورترین نظامیان دربار پهلوی بود. او بنیانگذار اولین رئیس ساواک است. بختیار که پس از کودتای 28 مرداد 1332 به قدرت فراوانی دست پیدا کرده و عملا به فرد دوم مملکت تبدیل شده بود، مورد سوء زن شاه واقع و برکنار شد. او تلاش میکرد محمد رضا شاه را سرنگون کند و خودش به جای او به قدرت برسد. بختیار برای سرنگونی حکومت شاه به عراق رفت و از دولت این کشور کمک گرفت. او سرانجام به دست معموران نهادی که خودش پای گذاری کرده بود در سال 1349 ترور شد.